سلام بچه‌ها، به کانال ورد اف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم و امروز براتون لیست 10 تایی از بازی‌هایی آماده کردم که داستانشون یهو تغییر کرد. یه مشکلی که فرانچایزها دارن اینه که به دلیل الکی کش دادن هی مجبورن داستان خودشون رو تغییر بدن و گاهی این قضیه داستان اصلی رو عوض میکنه. من امروز به 10 مورد اشاره میکنم. شماره 10، هیلو. توی بازی‌های اول هیلو، توی اون ستای اورجینال، به ما همیشه گفته بودن که مستر چیف تنها اسپارتانیه که باقی مونده. این قضیه رو بارها تکرار کردن و خب همینم داستان هیلو رو خیلی جذاب می‌کرد. شما به عنوان آخرین بازمانده از اون پروژه دارید بشریت رو نجات میدید. بعدش بازی هیلو ریچ شروع میشه که توی اون ما کلی اسپارتان دیگه میبینیم که خب ایرادی نداره، چرا که داستان بازی هیلو ریچ قبل از اتفاقات بازی هیلو 1 یا همون کامبت ایوالد رخ میده. فقط یکی از اسپارتانا یعنی جون زنده میمونه، همون اسنایپره، که خب ما اینطوری فکر میکردیم که احتمالاً اون بعد از این اتفاقات مرده. اما زمانی که هیلو 4 و 5 عرضه شد ما فهمیدیم که کلی اسپارتان دیگه داخل بازی باقی مونده که خب معلوم نیست یهو از کجا اومدن. در واقع اونا گرفتن یهو داستان رو کلا عوض کردن. حتی ما فهمیدیم که توی پیلار آف آتم، همون سفینه‌ای که توی بازی اول مستر چیف توش بود، یک اسپارتان دیگه وجود داشت که زخمی شده بود و در حین اتفاقات اون بازی داشته خودش رو درمان می‌کرده. شماره 9، Elder Scrolls 4 Oblivion. خب این یکی یک ایراد خیلی جزئیه ولی طرفدارای قدیمی Elder Scrolls ازش اطلاع دارن. زمانی که بازی دوم یعنی Daggerfall عرضه شده بود ما فهمیدیم که پایتخت امپراتوری تمریل یعنی ایمپریال یک شهر جنگلیه. میدونید فضایی شبیه به آمازون داره. این قضیه رو حتی توی کتابایی هم که داخل بازی بود شما میتونستید بخونید. به همین دلیل زمانی که بازی چهارم داشت عرضه میشد همه انتظار داشتن که یک فضای عجیب و غریب آمازونی ببینن، دقیقاً مثل بازی ماراوین که کاملا فضاش با بقیه بازی‌های فانتزی فرق می‌کرد. اما زمانی که اوبلیویون عرضه شد ما دیدیم که این فضایی که توی بازی هست هیچ ربطی به اون چیزی که انتظار داشتیم نداریم، در واقع یک چیز کاملا تیپیکال و معمولیه. که خب دلیل اصلش این بود که بتزدا توی اون دوره سخت افزار لازم برای ساخت همچین محیطی رو نداشت. به همین دلیل اونها تصمیم گرفتن یک محیط خیلی ساده تر رو درست بکنند. شماره 8، متال گیر سالید. خب یه چیزی در مورد بازی های متال گیر سالید وجود داره که احتمالاً خیلی ها نباید ازش اطلاع داشته باشن. بازی متال گیر سالید 1 خودش در واقع یک دنبال است برای دوتا بازی متال گیر که برای SNES عرضه شده بودن. توی اون بازی ها شما دوبار بیگ باس رو میکشید که خب اینطوری بود که به ما گفتن دفعه اول که شما باس رو کشتید بنابر یک سری اتفاقات اون زنده مونده و شما مجبورید دوباره باهاش مبارزه بکنید. اما هیدو کوجیما دنبال یک دلیل بهتر میگشت. به همین دلیل وقتی که بازی متال گیر سالید 5 عرضه شد ما فهمیدیم که اتفاقات چقدر فرق میکرده، چرا که توی اون بازی شما کنترل بیگ باس رو ندارید، در واقع بدل بیگ باس هستید، ونوم سنیک. در واقع شما فقط یک قلبان معمولی بودید که بعد از حادثه‌ای که براتون رخ داد صورتتون رو عمل کردن و شبیه به بیگ باس شدید و بعد هم با هیپنوتیزم طوری ذهنتون رو گول زدن که فکر بکنید بیگ باس هستید. بیگ باس واقعی در طول این اتفاقات داشته کارهای دیگه‌ای رو انجام می‌داده. پس توی بازی متال گیر اولین بیگ باسی که می‌کشید ونوم سنیک بوده و این دومی بیگ باس واقعی می‌شده. شماره 7، Assassin's Creed. خب همه میدونیم که داستان بازی Assassin's Creed کلن عوض شده. اون بازی های اوریجینال یه طرف و بعد بازی های جدیدتر که کلن انگار داستان زمان حالشون به هیچ عنوان مهم نیست. اما من میخوام به یک چیز خیلی جزئی تر اشاره بکنم. زمانی که بازی Assassin's Creed 1 عرضه شده بود دنیا خیلی فرق داشت. دنیا یک جورایی آخرالزمانی بود. مثلا کل جمعیتی که توی آفریقا زندگی می‌کردن جونشون رو از دست داده بودن و وضعیت آمریکا به حدی وحشتناک بود که مردم از آمریکا به صورت غیرقانونی به مکزیک مهاجرت می‌کردن. همه اینا توی یکی از ایمیل‌هایی بود که شما می‌تونستید توی کامپیوترهای ابسرگو بخونید. اما وقتی که به بازی‌های جلوتر رسیدیم فهمیدیم که دنیا خیلی هم معمولیه و انگار اتفاق خاصی نیفته. یوبیسافت برای اینکه بخواد این قضیه رو جمع بکنه اومد گفت که این ایمیل در واقع کار یک هکر بوده. اون سیستم ابسرگو رو هک کرده بود و بعد این ایمیل رو برای اینکه بخواد بقیه رو دست بندازه به کارمندا ارسال کرده بوده. شماره 6، دیابلو. خیلی جالبه که یک بازی بزرگ مثل دیابلو هنوز نمیتونه تصمیم گیری بکنه که کاراکتر اصلیش اهل کجاست. توی بازی اول وقتی که شما کاراکتر خودتون رو درست کردید و بعد به روستای تریستم رفتید میفهمید که ظاهرا کاراکترتون اهل همون روستاست.
بعد از اینکه این بازی تموم میشه، کاراکتر اصلی اون بازی سنگ سولستون رو میکنه توی پیشونی خودش و به همین دلیل توی بازی بعد تبدیل میشه به کاراکتر منفی. چرا که به خاطر نیروی شیطانی اون سنگ حالا شما تغییر کردید. به همین دلیل کاراکتر اصلی اون بازی فرق داره. وقتی که شما وارد شهر تریستن میشید، کاراکتر منفی بازی رو نمیشناسه. همه فکر میکنن که اون یک ولگرده. با اینکه توی بازی قبلی ما گفته بودن که اون اهل همین شهره. اما این همش نیست. چرا که بعد از اینکه بازی دیابلو 3 عرضه شد، ما فهمیدیم که کاراکتر اصلی بازی اول که تبدیل شده بود کاراکتر منفی بازی دوم اسمش آیدنه و حالا باز توی این بازی مردم شهر تریستن اون رو میشناسن. شماره 5، ورلد آف وارکرافت. اگه شما از جمله طرفدارای بازی ورلد آف وارکرافت باشید، احتمالاً باید بدونید که بلیزارد خیلی از قسمت‌های اصلی داستان رو هی گرفته، عوض کرده و بعضی جاها رو ردکان کرده. یعنی گفته که اینا دیگه اتفاق نیفتاده. یکی از عجیب‌ترین اونا مربوط به داستانی میشه که از وارکرافت 3 شروع شد و بعد رسید به اولین اکسپنشن ورلد آف وارکرافت، یعنی برنینگ کروسید. چرا که توی اون بازی دو تا نجات جدید معرفی شدن، بلاد الفا و درنای ها. که خب من میخوام به درنای ها اشاره بکنم. توی بازی وارکرافت 3 به ما گفتن که درنای ها یک نژاد قدیمی اهل آوتورد هستن که دشمن اصلیشون اورکا هستن. تعداد خیلی کمی از اونا باقی مونده. اما وقتی که اکسپنشن برنینگ کروسید عرضه شد، ما فهمیدیم که درنای ها از یک سیاره دیگه به اینجا آمدن و یک نژاد خیلی پیشرفته هستن. در واقع کاملا هم با اون درنای هایی که داخل بازی وارکرافت 3 بود فرق داشتن. حتی اون نژادی که داخل بازی وارکرافت 3 بود هم توی بازی ورلد آف وارکرافت حضور داشتن، اما دیگه ظاهرا درنای نبودن و اسمشون عوض شده بود. شماره 4، رزیدنت ایویل. با اینکه تا حالا بیشتر از 15 نسخه از رزیدنت ایویل عرضه شده، هیچ کس نمیتونه این قضیه رو انکار بکنه که جالب ترین دشمنی که داخل اون بازی وجود داشت امبرالا بود. آره، کمپانی امبرالا یکی از جذاب‌ترین چیزا مربوط به بازی‌های رزیدنت ایویل میشد که توی نسخه اول و دوم و سوم همه کاراکترها بعد از اینکه بازی تمام شد قسم می‌خوردن که سراغ امبرالا برن و بعد اونا رو شکست بدن. بعد از بازی سوم کد ورونیکا عرضه شد که خب یک داستان کاملا متفاوتی داشت و منطقی بود که به امبرالا اشاره خاصی نشه. ولی بعد از اینکه بازی چهارم معرفی شد، همه با خودشون میگفتن که اوکی، توی این بازی قرار بالاخره با امبرالا رو در بشیم و اونا رو یک بار برای همیشه نابود بکنیم. اما موضوع اینجاست، زمانی که بازی رزیدنت ایویل 4 عرضه شد، توی همون اینتروی ابتدایی ما فهمیدیم که امبرالا نابود شده، نه توسط ما پلیرها، به خاطر مشکلات اقتصادی و شکایتایی که ازش شده. آره، همینقدر مسخره. اون چیزی که انقدر دنبالش بودیم تا بالاخره بتونیم باهاش درو بشیم بین دوتا بازی نابود شد. یعنی کاراکتر هیچ نقشی توش نداشت. شماره 3، دیویل میکرای 2. بدون هیچ تردید ضعیف‌ترین بازی که کل فرانچایز دیویل میکرای مربوط به قسمت دوم میشه. بازی که قرار بود آخرین ماجراجویی دانته باشه. یعنی اتفاقات اون بعد از دیویل میکرای 4 افتاده بود. که خب این قضیه زمانی که بازی دیویل میکرای 5 عرضه شد یه ذره مشکل ایجاد میکرد. به همین دلیل سازنده‌ها اومدن گفتن که اوکی، ما میایم یه ذره داستان رو عوض میکنیم. حالا اتفاقات بازی دیویل میکرای 2 بعد از بازی اول و قبل از بازی 4 رخ داده. در واقع ترکیب شده 3-1-2-4-5. قبلا اینطوری بود 3-1-4-2 که بعد از اینکه دیویل میکرای 5 عرضه شد، کپکام تصمیم گرفت همچین تغییر رو ایجاد بکنه که از نظر من تغییر خیلی خوبی هم بود. چرا که دیویل میکرای 2 واقعا بازی مزخرفی بود و خیلی حیف میشد که اون تبدیل بشه به آخرین ماجراجوی دانته. خوشبختانه دیویل میکرای 5 که حالا یک بازی خیلی فوق العاده به حساب میاد، تبدیل شده به آخرین ماجراجوی اون. و خب دلیل اینکه دیویل میکرای 2 رو انقدر راحت میتونن عقب و جلو بکنن اینه که داستانش واقعا چیز خاصی نیست، هیچ چیز مهمی توی اون رخ نمیده و امکانش هست که توی هر قسمتی رخ بده. شماره 2، کینگدم هارتس. کینگدم هارتس. خب این بازی کلن داستان پیچیده و احمقانه داره که بارها عوض شده. یعنی کلی یوتیوبر وجود داره که دهن خودشون سرویس کردن تا بتونن داستان این بازی رو مثل آدم توضیح بدن، ولی با این حال هیچ کس متوجه نشده. خب بذارید به یک سری از ایرادات و تغییرهایی که این داستان کرده اشاره بکنم. توی بازی اول یه سری دشمن وجود داشتن به اسم هارتلس، کسایی که قلب نداشتن. توی بازی دوم یه سری دشمن دیگه به بازی اضافه شدن به اسم نوبادی ها که یهو بازی به همون گفت که هارتلس ها در واقع قلب نوبادی ها هستن. اوکی،
شاید بتونید اینا حذف بکنید، اما انصافا تغییراتی که توی کاراکتر منفی این بازی اتفاق میفته خیلی خیلی احمقانه است. توی بازی اول کاراکتر منفی به اسم انسم وجود داره که به خاطر آزمایش با نیروهای تاریک تبدیل به یک کاراکتر شیطانی میشه. خب تا اینجا قابل فهمه. توی بازی دوم هم دوباره این کاراکتر انسم به عنوان کاراکتر منفیه که بعد ما یهو میفهمیم نه، یک کاراکتر به اسم زنهور که قبلا شاگرد انسم بوده پشت اتفاقات بوده و الکی از اسم انسم استفاده کرده بوده. بعد از این سفر در زمان رخ میده که ما متوجه میشیم همه اتفاقاتی که توی بازی‌های قبلی افتاده بوده در واقع نقشه زنهور بوده و بعد اون 13 تا نمونه دوباره مثل خودش درست کرده و بعد توی بازی سوم یهو ما متوجه میشیم که زنهور در اصل آدم بدی نبوده و همه اون کارهایی که توی بازی‌های قبلی کرده یه جورایی نقشش بوده. گفتم زیاد اصلا نباید بهش فکر بکنید، فقط از گیم پلی بازی لذت ببرید. شماره 1، ماس افکت 3. خب حداقل بقیه عناوینی که بهشون اشاره کردیم حداقل داستانشون از بازی به بازی بعد تغییر پیدا کرد. داستان بازی ماس افکت 3 خودش تغییر کرد. اگر ماس افکت 3 رو بازی کرده باشید به احتمال خیلی زیاد میتونید حدس بزنید که این تغییرات مربوط به پایان‌های به شدت مزخرف این بازی میشد. پایان‌هایی که رسماً توهین به شهور ما بود. مثلا توی پایان‌های اوریجینال اینطوری بود که ماس ریلی‌ها نابود می‌شدن. در واقع همون چیزایی که به بقیه اجازه می‌دادن بین منظومه‌های مختلف سفر بکنن. حالا که ماس ریلی‌ها نابود شدن یعنی اینکه دیگه شما نمی‌تونید با منظومه‌های دیگه در ارتباط باشید. ولی خب اونا اومدن بازی رو پچ کردن و این پایان رو عوض کردن. گفتن که ماس ریلی‌ها فقط صدمه دیده و میشه دوباره اونا رو تعمیر کرد. همچنین اتفاقی برای نورماندی هم افتاد. توی پایان اوریجینال اینطوری به نظر می‌رسید که ما توی یک سیاره عجیب و غریب فرود اومدیم و از اونجایی که نمیتونیم سفینه خودمون رو تعمیر بکنیم اونجا گیر افتادیم. ولی با این پچی که شد مشخص شد که اوکی سفینه رو هم میتونیم تعمیر بکنیم. در کنار این تغییرها اونا اومدن یک پایان دیگه به بازی اضافه کردن، پایانی که انصافا از بقیه احمقانه‌تر بود. توی این پایان اینطوریه که شما به هیچ عنوان نمیتونید با اون بچه پرو هولوگرامی به یک نتیجه مشترک برسید. به همین دلیل اون کلا میگیره همه چیز رو نابود میکنه. خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم نمونه دیگه میشناسید؟ اگه توی کامنت بهش اشاره بکنید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.